تفریحات سلبریتی های معروف ایرانی. اکثر مردم دوست دارن بدونن که سلبریتی های محبوبشون در اوقات فراغت چه تفریحاتی دارن. با ما همراه باشید تا تفریحات سلبریتی های معروف ایرانی رو بهتون معرفی کنیم. 1. سیامک انصاری، بولینگ بازی روی فرش. سیامک انصاری درست مثل شخصیت هایی که بازی می کند علایق عجیب و غریبی دارد. او که از بچگی به واسطه کار پدرش به کار فرش علاقه داشته، هر وقت بتواند به بازار فرش می رود و فرش می خرد. البته او با فرش کارهای هنری جدید انجام می دهد که نامش پچورک یا همون هنر تکه دوزی است. البته سیامک انصاری به بولینگ هم علاقه زیادی دارد و به گفته خودش مدت هاست تمرین می کند. او حتی در برنامه گپ رامباد جوان هم وقتی قرار شد از علاقه مندی هایش بگوید، بولینگ را در جای اول چیزهایی که دوست دارد قرار داد. 2. رضا کیانیان، مجسمه های چوبی. رضا کیانیان عاشق مجسمه سازی با چوب است و این مجسمه ها تمام سرگرمی رضا کیانیان هستند و به گفته خودش اگر هر وقت کار نداشته باشد، در کارگاهش با چوب هایی که خودش از جنگل پیدا کرده کار می کند و یک مجسمه یا یک طرح از آنها درست می کند. 3. الناز شاکردوست، قهرمان موتور سواری. الناز شاکردوست اصولاً آدم اکتیوی است و خیلی از تفریحاتش پسرانه است. خودش میگوید به داش الناز معروف است. چند وقت پیش در مصاحبه‌ای برادرش فاش کرد که او یکی از بهترین موتور سوارهای باشگاه بانوان تهران است. اگر تا اینجا یه ویدیو رو دوست داشتین، لایک رو بزنین تا ادامه بدین. 4. علیرضا عصار و مهران مدیری، کلکلهای بیلیاردی. بازیگران عشق بیلیارد کم نیستن و شاید این سرگرمی بسیاری از آنها باشد، از جمله محمد رضا، گلزار و علی دایی. اما شاید کلکل بیلیارد، علیرضا عصار و مهران مدیری از همه معروف‌تر باشد. علیرضا عصار درباره رفاقتش با مدیری و بیلیارد بازیشان میگوید: چند سال پیش من و مهران همدیگر را در یک جمع دوستانه دیدیم. آنجا من به او گفتم که کارت را خیلی دوست دارم. دست بر قضا او هم به من این را گفت. البته ممکن است هر دو نفر تعارف کرده باشیم یا اینکه راست گفته باشیم. تلفن‌های من را به هم دادیم. پس از آن روز تا همین الان حتی مواقعی که خیلی گرفتار بوده ایم، تقریبا هر روز همدیگر را دیده ایم. بیلیارد جز تفریحات هر دوی ماست. هر دفعه که مهران مدیری احساس می کند بازیش خیلی خوب است، به باشگاه می برمش و متوجهش می کنند که اینطور نیست. البته گاهی وقتا هر شب این اتفاق می افتد. بازی مهران عالی است ولی من از او بهترم. 5. بهنوش بختیاری، عاشق واقعی فوتبال. بهنوش بختیاری یکی از فوتبال دوستترین بازیگران ایران است و شاید در میان همکاران مرد هم رقیبی نداشته باشد. این علاقه باعث شده که کار گزارشگری در فوتبال، البته برای بازی‌های کامپیوتری، برای اولین بار در ایران به نام او ثبت شود. بختیاری می‌گوید: عاشق فوتبال و تیم پرسپولیس هستم. حتی می‌خواهم یک باشگاه فوتبال برای خانم‌ها درست کنم و تمام علایق من در زندگی در فوتبال خلاصه می‌شود. برنامه 90 را خیلی خیلی دوست دارم و با آن خیلی زندگی کردم. 6.
حامد کمیلی، عشق جت اسکی در جزیره. حامد کمیلی عاشق جت اسکی است و همیشه برای اینکه بتواند ورزش و تفریح مورد علاقه اش را انجام دهد، مجبور است به کیش برود. او که در یکی از برنامه‌های جشنواره کیش روی سن رفته بود، گفت هر وقت بتوانم به کیش میایم و اینقدر به این جزیره آمدم که فکر میکنم خانه ام اینجاست. 7. لیلا بلوکاد، سوارکار و والیبالیست حرفه‌ای. لیلا بلوکاد کارشناسی فرش دارد و سوارکاری را حرفه‌ای دنبال می‌کند. بلوکاد در این باره گفته: من از بچگی والیبال دوست داشتم. الان 2-3 سالی است که بخش بانوان باشگاه هنرمندان راه افتاده و من با این تیم شروع به همکاری و بازی کردم. در واقع شروع با تیم والیبال هنرمندان بوده، اما در 3-4 تیم دیگر هم توپ میزنم. راستی دوستان، توی کامنت ها به همون بگین ورزش مورد علاقه شما چیه؟ 8. لیلا اوتادی، عشق بازی گلف. گلف یکی از ورزش هایی است که به بازی پولدارها و ثروتمندان مشهور شده است. این ورزش به این دلیل به این نام مشهور شده که استفاده از فضای بازی آن هزینه بر است. لیلا اوتادی عاشق گلف است و بیشتر تایم خود را به بازی گلف اختصاص می دهد. 9. سیروان و زانیار خسروی، قهرمانان پلی‌استیشن. به غیر از اینکه همه سیروان خسروی را به عنوان یک تنظیم کننده حرفه‌ای می‌شناسند، همه می‌دانند که سیروان به صورت دیوانه کننده پلی‌استیشن بازی می‌کند و حتی چند وقت پیش در مسابقات پلی‌استیشن که در تهران برگزار شد به مقام اول رسید. او و برادرش زانیار خسروی خودشان را از بهترین پلی‌استیشن بازی‌های ایران می‌دانند و حتی گفته بود اگر پلی‌استیشن تیم ملی داشت، ما باید به تیم ملی دعوت می‌شدیم. در ادامه ویدیوهای پیشنهادی رو هم حتماً ببینید و اگر به این نوع ویدیوها علاقه دارید، کانالمون رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اولین نفر ویدیوهای بعدی ما رو ببینید.